با سلام و عرض خوش آمد خدمت همکاران و دوستانی که در جلسه امروز حاضر هستند و صدای ما رو از فضاهای مجازی زوم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میشنوند. امروز جمعه در تاریخ 11 نوامبر 2022 یکی دیگه از جلسات ماهانه کمیته دفاع از محیط زیست رو برگزار میکنیم. در بخش اول بانو نادیا مشرف به تحلیل و بررسی اخبار نقض حقوق محیط زیست در مهر ماه 1401 می‌پردازند. سپس آقای سپهر رضایی شایان کنوانسیون تغییرات اقلیمی رو تحلیل خواهند کرد. در بخش سوم آقای قندیل دادخواه با عنوان تأثیر عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه سخنرانی خواهند کرد. و در بخش پایانی هم بحث آزاد رو داریم با موضوع تأثیر جنگ بر محیط زیست. در ابتدا از بانو نادیا مشرف دعوت می‌کنم که بررسی و تحلیل اخبار نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته رو ارائه بدن. میکروفون در اختیارت. من متاسفانه از اون سمت لپتاپ هم میخواد دچار مشکل شده، مجبورم از روی پیشی اجرا کنم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و گرامی. گزارشات نقضی که در ماه مهر ماه انجام شده، من 3 مورد رو انتخاب کردم که تحلیلش بکنیم و موارد نقضش رو هم اعلام میکنم. یکی نابودی 1.5 میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس در شرایطی هستش که امکان حداقلی برای محافظت از این سرمایه کشور وجود نداره. استان‌های کرمانشاه، کردستان که جنگل‌های کوهستانی بسیار زیاد و صعب العبوری دارند، تنها 1 بالگرد آب پاش دارند و بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند که جنگل‌های بلوط زاگرس به عنوان ریه های کشور محسوب میشن و نقش بسزایی در جلوگیری از خطرات بحران های زیست محیطی مثل سیل و زلزله و طوفان های مهیب دارن. داستان غم انگیز نابودی این جنگل های زاگرس در سکوت و بی‌توجهی مسئولان همچنان ادامه داره و 2/3 کشور ما رو که کویر تشکیل داده و به قول معروف فقط 1/3 مراتع جنگلی و کوهستانی زاگرس و البرز هستش که با این وجود همین 1/3 هم با این مشکل مواجه شد. جنگل‌های زاگرس گستردگیشون توی 11 تا کشور هستش که حدود 40% جنگل‌های ایران رو تشکیل میدن که حدود 70% تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس رو بلوط‌ها تشکیل دادن و استان لرستان هم با داشتن 1.2 میلیون هکتار اراضی جنگلی بعد از استان فارس بیشترین سطح جنگلای کشور رو به خودش اختصاص داده. ولی مسئله اینجاست که قطع درختان و قاچاق چوب و همچنین آتش سوزی های پیاپی عوامل مهمی هستند که جنگل های زاگرس رو تهدید کردن و شیوا قاسمی پور عضو فراکسیون محیط زیست مجلس توی این زمینه گفته که تا امروز حدود 1.5 میلیون هکتار یعنی 1/4 جنگل های زاگرس از بین رفته که این مشکل بزرگ نقض کننده هدف 15 سند 23 یونسکو که حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابانزایی، متوقف و معکوس کردن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی هست رو شامل شده. در گزارش دیگه مربوط به موارد بسیار زیادی از آلودگی هوا ذکر شده بود که خیلی موارد هولناکی بود و بیشترینش آمار کشته شده هایی بود که در اثر آلودگی هوا وجود داشت.
و در سال 1400 گفته شده بود که میزان مرگ‌های منتسب به ذرات معلق توی کشور 20800 نفر بوده که این یه آمار خیلی وحشتناکی است از قربانگان آلودگی هوا. و رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت این آمار رو اعلام کرده. مرگ و میر به علت آلودگی هوا یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور شده و هر دفعه و همواره آمارهای وحشتناکی توسط مقامات بهداشتی کشور اعلام میشه، ولی خب هیچ ترتیب اثری هم داده نشده. پیشتر هم عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در مورد نقش آلودگی هوا در مرگ‌های زودرس گفته بود که آلودگی هوا باعث مرگ زودرس سالانه 41,000 نفر در کشور شد. این در حالیه که آلودگی هوا هر سال داره به قربانیان خودش تو کشور ما اضافه میکنه و توی جهان هم البته، که به تازگی محققان ناسا از ابری از گاز متان که طول 5 کیلومتر داره در آسمان جنوب تهران و بر بالای یک مجتمع زباله خبر دادن و طبق تصاویر به دست اومده این ابر 5 کیلومتری در هر ساعت حدود 8500 کیلوگرم متان به هوا میفرستاده و مرگ ناشی از این آلودگی موضوع جدیدی نیست البته، ولی آلودگی هوا و تأثیر اون در نرخ مرگ و میر زمانی تلخ‌تر میشه که بدونیم برای تغییر این روند هیچ اقدامی هم صورت نمیگیره و حتی قانون هوای پاک که میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه عملا به دست فراموشی سپرده شد. این در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا که بعضی از اونها در وضعیت بدتری هم نسبت به ایران بودن اما روند کاهش غلظت آلاینده های هوا رو داشتن. برای مثال چین طی تقریبا 5 تا 7 سال گذشته رکورد کاهش آلودگی هوا رو در دنیا زده، که این گزارش موارد نقض کننده ماده 3 سند 23 یونسکو تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، نقض کننده ماده 11 سند 23 یونسکو تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه شمول مقاوم و پایدار، و همچنین نقض کننده ماده 13 سند 23 یونسکو اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات اون هستش. موضوع بعدی که خیلی در ماه گذشته بهش بررسی شده بود درباره همین گاز متان بود که حجم مشاهده شده در اون خیلی مشکوک بوده و به گزارشی که از نبض بازار یه عکسی رو چاپ کرده بودن یک ابر 5 کیلومتری گاز متان بوده در جنوب شهر تهران که واکنش های متفاوتی داشته و همه مسئولان به جز زاکانی اصل خبر رو تکذیب نکردن. برای نمونه پیام جوهرچی معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این خبر گفته که مراکز دفن قدیمی به طور قطع قابلیت دفع متان رو دارن و نمیشه این موضوع رو انکار کرد. این مقام مسئول تنها به حجم تولید متان مشکوکه و میگه که حجم گازی که تو عکس ناسا دیده شده مورد تردید قرار گرفته. با این حال شهردار تهران در جدیدترین واکنش نه تنها گزارش ناسا رو تکذیب کرده که میگه همه چیز ناسا هم دروغه، در حالی که ناسا به تازگی یک گزارش منتشر کرده و از یک چشم قدرتمند توی آسمون به دانشمندا استفاده میکنن، به دانشمندا کمک میکنه تا روی ابرهای صادر کننده متان نظارت کنه، ولی شهردار تهران عملا این خبر رو از اساس تکذیب میکنه و این اظهار نظرشون با واکنش فعالای محیط زیست هم همراه بوده که از جمله آقای محمد علموتی دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست کشور و متخصص حوزه پسماند توی کشور واکنش نشون دادن و گفتن که یکی از مسائل بسیار عجیب درباره این گزارش اینه که شهردار به کلی اون رو تکذیب میکنه و شهرداری گفته که اگر قرار بود چنین پدیده‌ای وجود داشته باشه چرا از قبل درباره صحبت نشده.
این در حالیه که پاسخ به این سوال خیلی ساده است. در تمام دنیا اعلام شده که طیف سیستم طیف سنج جدیدی که راه اندازی و استفاده شده از 1 تا 2 ماه گذشته شروع به کار کرده و مربوط به سال 2022 بوده که این قابلیت طبیعتاً حتی سال گذشته وجود نداشته که کسی بخواد ازش خبری بده، چه برسه به سالهای قبلش. خود این گزارش هم نقض کننده هدف 7 سند 23 یونسکو، تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه و همچنین نقض کننده هدف 11 سند 23 یونسکو، تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول، مقاوم و پایدار است. ممنون که وقت به من دادید. من مایکرو می‌بندم. خیلی ممنون از شما. من یادآوری میکنم دوستان در پایان هر بخش اگر که تمایل داشته باشید میتونید دست بلند کنید و نظر خودتون رو اعلام کنید. اما در مورد اخباری که گفته شد، بحث آلودگی هوا خیلی پررنگ بود و همونطور که خانم مشرف عزیزم گفتن، ما قانونی داریم به اسم قانون هوای پاک، اما متاسفانه میبینیم که اصلاً به این قانون استناد نمیشه و استفاده نمیشه و مسئله آلودگی هوا یکی از اون معضلاتی هستش که همیشه توی ایران مطرح هستش و در موردش داره صحبت میشه. خیلی ممنون از شما بانو مشرف عزیز. در بخش بعدی از آقای سپهر رضای شایان دعوت میکنم که بررسی و تحلیل کنوانسیون تغییرات اقلیمی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو ارائه بدن. میکروفون در اختیارتون. سپاس از شما خانم جهانبین عزیز. امروز راجع به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا صحبت میکنم. این کنوانسیون در سال 1992 در نیویورک تصویب شد و ایران در سال 1998 به این کنوانسیون پیوست. اعضای این کنوانسیون با تصدیق این امر که تغییرات در آب و هوای کره زمین اثرات ناشی از آلودگی به همراه دارند، با توجه به کشورهای موجود ابراز نگرانی کردند در مورد اینکه فعالیت‌های حقوق بشری باید باعث توجه آن شود. گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کردند. همچنین تشدید اثر طبیعی گلخانه‌ای باعث می‌شود که گرمای زمین افزایش پیدا کند و اثرات زیادی بر روی اکوسیستم‌های طبیعی داشته باشد. با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از گازهای قبلی و فعلی گلخانه‌ای در کشورهای پیشرفته تولید شده و میزان گازها در کشورهای توسعه یافته در حد پایین قرار دارد، سهم جهانی گازها باید بیشتر به سمت کشورهای پیشرفته شود تا جهت جوابگویی و نیازهای اجتماعی آنها رو به افزایش خواهد بود. آگاهی از نقش و اهمیت منابع گازهای گلخانه‌ای در اکوسیستم‌های زمینی و دریایی و با توجه به اینکه در مورد پیشبینی تغییرات آب میزان الگوهای منطقه‌ای باید رعایت شود، در ارتباط با زمان و هوایی، مخصوصا تغییرات جهانی آب و هوایی، نیاز به گسترده‌ترین نوع همکاری توسط تمامی کشورها و شرکت آنها در یک واکنش مناسب و مؤثر بین‌المللی دارد که بر مبنای مسئولیت‌ها و توانایی‌های مشترک کشورها و شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها تعیین می‌گردد. و یادآور می‌شود که در اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست در تاریخ 16/3/1351 هجری شمسی در استکهلم و در تاریخ 1972 میلادی به تصویب رسید و همچنین با یادآوری اینکه منشور سازمان ملل متحد و اصل حقوق بین‌الملل لالای حق حاکمیت بهره برداری از منابع خود بر اساس سیستم‌های داخلی محیط زیستی بوده و توسعه خواهد گردد. این فعالیت‌ها در حیطه صلاحیت و کنترل آن باعث بروز آسیب و خسارت به محیط زیست می‌شود و سایر کشورها باید به حقوق ملی آنها احترام بگذارند و تمام اصول و قواعد حاکمیت ملی کشورها را رعایت کنند. و
بررسی تغییرات آب و هوایی با قبول این امر که کشورها میبایست اقدام به قانونگذاری مؤثر برای محیط زیست نمایند و اینکه استانداردهای زیست محیطی و اهداف و الگوهای مدیریتی میبایست بیانگر موارد زیست محیطی و توسعه‌ای باشد و اینکه استانداری هایی به کار رفته توسط کشورها در برخی از حالتها باید عوض شود تا این گرمایش زمین به صورت مداوم افزایش نیابد و اندکی به بهبودی لایه اوزون کمک کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حفاظت محیط زیست در تاریخ 1 دی 1368 در مجمع عمومی میزان خسارات ناشی از آن را حدود 3651 پا زد. کارهای تحلیلی ارزشمندی که توسط بسیاری از کشورها در مورد تغییرات آب و هوایی در جریان است کمک شایانی به این تحقیقات کرده و برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد و سایر ارگانها و سازمانهای سیستم سازمان ملل متحد کمک کرده که تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شود. تغییرات آب و هوایی باید در صورتی که موجب تخریب در لایه اوزون شود رو به کاهش باشد و تمامی کشورها به خصوص در کشورهای خاورمیانه همچنین کمک‌های فراوانی انجام شود تا با تصدیق کشورهای پیشرفته این امر سبب بهبودی و بهتر عمل کردن در وضعیت بحرانی گرم شدن لایه زمین شود. تولید و استفاده و صادرات سوخت‌های فسیلی یکی از عواملی است که باعث گرمایش بیش از حد و افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌شود و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی به صورت جامع باید باشد تا از بروز حوادث غیرمترقبه جلوگیری کند. اصول به رشد اقتصادی و فرق‌زدایی کاملاً باعث افزایش تصدیق کشورها در این امر و توسعه آنها به دسترسی به منابع طبیعی می باشد. اثرات سوء تغییر آب و هوا به معنی تغییرات در محیط فیزیکی با زندگی گیاهی و جانوری ناشی از تغییرات آب و هوا است که دارای اثرات زیان‌آور بر ترکیب جهندگی یا بهره‌وری از اکوسیستم‌های طبیعی می باشد. آب و هوا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر دارد و می تواند زندگی و اکوسیستم های انسان ها را بهتر یا در صورت امکان مورد خطر بیافریند. تراکم گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر مطابق مفاد مربوط به کنوانسیون در سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیت های بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری می کند. این سطح می بایست در آنچه چارچوب زمانی حاصل گردد به اکوسیستم زمین کمک کند تا تهدیدی برای زندگی جوامع نباشد. ماده 3 اعضای کنوانسیون در فعالیت‌های خود برای دستیابی به اهداف کنوانسیون می‌گویند اعضا می‌بایست سیستم آب و هوا را به نفع نسل‌های فعلی و آتی به صورت مساوی تقسیم کنند و مورد حمایت قرار دهند. کشورهای در حال توسعه نیز باید در جوری رفتار کنند که اثرات سوء برداشت نسبت به کشورهای پیشرفته مورد حمایت تمامی کشورها قرار گیرد. اعضا محق بوده که باید توسعه مداوم را و سیاست‌ها و اقدام‌های منظور را جهت حفاظت از سیستم آب و هوا در مقابل تغییرات ناشی از فعالیت‌های حقوق بشری انجام نمایند. اجرا و انتشار انتقال تکنولوژی کمک می‌کند تا این امر سبب شود در تمامی نقاط دنیا اثرات افزایش آب و هوا به مقدار قابل توجهی رو به کاهش باشد. ملاحظات تغییرات آب و هوا را تا حد امکان در اقتصاد و زیست محیط باید تاثیرگذار باشد و روش‌های منطقی و مورد تشخیصی اثرات سوء برداشتی ندارد. تغییرات آب و هوا دلایل و پیامدهایی دارد که می‌تواند باعث شود این موارد به کمک همه کشورهای مورد نظر بیانجامد. کشورهای عضو که در زمره کشورهای پیشرفته می باشند و سایر اعضای مذکور باید زمینه تعهد را مشخص نمایند و موارد زیر را به انجام رسانند. الف هر یک از این اعضا برای کند کردن روال آب و هوا باید میزان استفاده از گازهای گلخانه‌ای را محدود کنند. دو برای استفاده بهتر به انرژی‌های خورشیدی رو بیاورند و به سوخت‌های فسیلی تا حد امکان رجوع نکنند.
3. اهداف کنوانسیون باید برای اکوسیستم مفید و قابل توجه باشد. محاسبه میزان تولید گازهای اورخانه‌ای به وسیله منابع و حذف آنها به وسیله حفره‌ها برای این جوامع می انجامد. کشورهای پیشرفته، عضو و سایر کشورهای پیشرفته باید این توجه را داشته باشند که اکوسیستم‌های طبیعی انسان مورد حمایت قرار گیرد و نباید به تمام انسان‌ها و جانوران صدمه‌ای وارد کنند. توسعه و تبادل برنامه‌های تهیه شده برای آموزش و آگاهی مردم نیز باعث می‌شود که این مورد برای افزایش گازهای گلخانه‌ای به مقدار قابل توجهی رو به کاهش باشد و کمک کند که تمام انسان‌ها به طور قابل توجهی استفاده کمتری از گازهای گلخانه‌ای داشته باشند. جستجو و استفاده از خدمت و همکاری و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و هیئت‌های بین‌المللی غیر دولتی در صورت رجوع اقتصادی به آن سبب می‌شود که اهداف کنوانسیون زودتر به انجام برسد و تمامی وظایف به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. اعضا تهیه گزارشی در مورد فعالیت‌های خود و ارائه آنها به کنفرانس حصول اطمینان از هماهنگی لازم با دبیرخانه‌ها را انجام رسانند و ورود هر گونه موارد غیر طبیعی را گزارش نمایند. همچنین باید توجه داشت که سازمان‌ها و مؤسسه‌های بین‌المللی باید حمایت خود را از کشورهای موجود در سازمان ملل متحد انجام نمایند تا این افزایش گازهای گلخانه‌ای به طور قابل توجهی کاهش یابد. اعضا بر مبنای این ماده در زمانی که این کنفرانس را اجرا کردند به این قاعده رسیدند که کشورهای موجود در این کنفرانس باید تمام قواعد و قوانین کنوانسیون را اجرا کنند تا در صورت هر ناعدالتی بتوانند کمکی به دادستان کلی این کنوانسیون اعلام نمایند. در آخر نسخه های اصلی این کنوانسیون به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی اعتبار دارد و دبیر کل سازمان ملل متحد تمام امضا کنندگان را مجاز می‌داند که باید تمام موارد این کنوانسیون را رعایت نمایند و در تاریخ 19 اردیبهشت 1371 معادل با 9 می 1992 این کنوانسیون در تهران به تصویب رسید. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار گرفت. خیلی ممنون از شما جناب شایان عزیز بابت مطالب خوبی که ارائه دادین. من فقط در تکمیل صحبت‌های شما یه چند مورد رو اضافه می‌کنم. این بحث کنوانسیون در واقع تغییرات اقلیمی یا همون تغییرات آب و هوا به صورت خلاصه‌اش هم تو که جناب شایان گفتن در مورد تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین هستش. دغدغه‌ای که ریشه‌اش برمیگرده به انقلاب صنعتی که در قرن 19 اتفاق افتاد و به هر حال اون صنعتی که پیشرفت کرد و به هر حال تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاد و کم کم همه متوجه شدن که این فعالیت‌های انسانی باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای میشه و روی جو زمین داره اثر میذاره. و یه چیز جالبم که الان اگر بخوام اضافه کنم این هستش که در حال حاضر تا تاریخ 18 نوامبر 27 کنفرانس در واقع کسانی که این کنوانسیون رو امضا کردن و بهش ملحق شدن در حال برگزاری در شهر شرم الشیخ یا همچین اسمی داره در کشور مصر در حال اجرا هستش و حتی یکی از دستاوردهای این کنوانسیون هم پروتکل کیوتو هستش که حالا اونم داستانهای خودشو داره و یه پروتکلی بود که با شکست مواجه شد و در حال حاضر توافقنامه پاریس جایگزینه شده. حالا امیدوارم که فرصتی بشه در مورد همه اینها ما بتونیم صحبت کنیم. جناب جعفری میکروفون در اختیارتون، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز، من یه سوالی برام پیش اومد که حالا خواستم بپرسم، بعد گفتم ببینم که هر کسی که میتونه جوابش بده ممنون میشم. اینکه این به اصطلاح کنوانسیون ها و مسائل اینجوری تا چه حد ضمانت اجرایی دارن؟ ممنون میشم. جناب شایان، اگر که تمایل به پاسخگویی دارید من میکروفون رو براتون باز میکنم. بفهم. درود بر شما جعفری. اینو جواب رو به صورت قطعی که نمیشه گفت، ولی طبق اعلامیه‌ای که در سازمان ملل متحد در نیویورک در سال 1992 شده، باید این کنوانسیون تا سال 2048 نوشته شده بود که به تمامی کشورهای به امضا رسیده انجام بشه. در غیر این صورت اون کشور از این کنوانسیون بیرون گذاشته میشه. تا حدی که بنده اطلاع دارم این معنی. مرسی از شما. امیدوارم که جناب جعفر جواب سوالتون رو گرفته باشید. خب دوستان، اگر که مطلب دیگه هست که دوست دارید اضافه کنید، میکروفون رو در اختیارتون قرار میدیم. اگر که نه، از آقای قندیل دادخواه برای ارائه سخنرانیشون با موضوع تأثیر عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه دعوت میکنم. متشکرم. درود بر شما خانم عزیز. و موضوع سخنرانی بنده تأثیر عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه. در این مقاله سعی میکنم هم تأثیر عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه رو خدمتتون بگم و هم بیوگرافی مختصری از دریاچه ارومیه و اینکه اثرات مخرب زیست محیطی خشک شدن دریاچه رو خدمتتون اعلام کنم. ابتدای بیوگرافی خدمتتون بگم، دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایرانه که در شمال غربی کشور واقع شده. مساحت این دریاچه در سال 77 حدود 6000 کیلومتر مربع بود که در ردیف 25مین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می گرفت. همچنین بزرگترین دریاچه آبشور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آبشور دنیا است. این دریاچه در دهه 70 خورشیدی به عنوان یکی از سلاوهای مهم بین‌المللی و از ایستگاه‌های با اهمیت جهان در فهرست یونسکو ثبت شده است. اما متاسفانه این دریاچه ارومیه حال و روز خوشی ندارد. خیلی‌ها پیش بینی می‌کنند که داریم به سمت خشک شدن کامل دریاچه ارومیه پیش می‌ریم. خشک شدن دریاچه ارومیه فاجعه‌ای هولناکی است که صدای پاش از 20 سال پیش شنیده می‌شد. مطالعات نشون می‌ده که علی‌رغم گذشت صدها سال از عمر آن و داشتن فرازنشیب‌ها هیچ وقت دریاچه ارومیه به حد خشکی نرسیده بود که حالا رسیده. اما متاسفانه توی 25 سال اخیر کاری کردیم که واقعا داره خشک میشه. اگر بخوایم بحران بزرگ دریاچه ارومیه رو در قالب اعداد و ارقام بگیم، باید بگیم که سطح تراز دریاچه ارومیه در شرایط نرمال باید 1277.1 باشه که در سال 1401 1270 ممیز 2 متر رسیده، یعنی حدوداً 7 متر خورده ای. سطح تراز آب کم شده. سال 76 میزان آب ورودی به دریاچه حدود 5 میلیارد متر مکعب بود، اما حالا به کمتر از 800 میلیون رسیده. کارشناسان میگن که احتمالاً به همین زودی قسمت جنوبی دریاچه ارومیه کاملاً خشک میشه و عرصه آبیان به کمتر از 1000 کیلومتر مربع و حجم آب آن هم به کمتر از 1 میلیارد متر مکعب برسید. شفافتر بگیم که تقریبا در حدود 3 دهه گذشته هر سال به طور متوسط 40 سانتی متر از ارتفاع دریاچه ارومیه کم شده و حالا 95% از آب دریاچه خشک شده. ترسناکه که بگیم اگه دریاچه ارومیه خشک بشه 6 میلیون نفر به طور مستقیم و 15 میلیون نفر به طور غیر مستقیم آسیب می‌بینن. طوفان‌های نمکی، کشاورزی و حیات کل منطقه را تحت تأثیر قرار میده و شاید هم کلاً از بین ببره.
البته هزینه و تبعات خشک شدن دریچه ارومیه بسیار بالاتر از چیزی است که بتونیم توی یک سخنرانی بیان کنیم. و اما بر اساس مطالعات خود دولت مردان جمهوری اسلامی ایران نشون میده که بحران فوق فقط 18% مربوط به عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش باران و افزایش دما است و 82% عوامل انسانی در وقوع بحران دریاچه ارومیه مقصر بوده. دقت کنیم 82% عوامل انسانی. عوامل انسانی که 100% به ضعف مدیران و مسئولان نالایقی برمیگردد که انتخاب آنها صرفاً بر پایه منافع تیمی خاصی بوده نه بر پایه تخصص و تجربه، که نتیجه‌اش تصمیمات نادرستی بوده که در چند دهه اخیر گرفته شده که منجر به خشک شدن دریاچه شده. تصمیماتی همچون ساخت غیر کارشناسی پل روی دریاچه برای بزرگراه ارومیه و تبریز که به گفته کارشناسان عملا دریاچه را به دو تیکه تقسیم کرد و باعث تبخیر بیش از اندازه آب شد و اصلی ترین عامل خشکی دریاچه ارومیه شد. کارشناسان ساخت پل شهید کلانتری بر روی این دریاچه ارومیه را از عوامل اصلی آسیب دیدن آن می‌دانند. سرخش آب دریاچه به صورت پادساعت کرده است، اما پل شهید کلانتری که از سمت غرب حدوداً 12 کیلومتر و از سمت شرق حدوداً 3.2 کیلومتر خاکریزی شده مانع سرخش طبیعی آب است. این پل در یکی از کمترین فاصله گلوگاهی دریاچه ارومیه احداث شده و در واقع مانند یک تناب برگردن این دریاچه سرخش آب رو خفه کرده. ساخت حدوداً 70% غیر کارشناسی و بیرویه بر روی بستر رودخانه‌های مجاور که تأمین حقابه بیشترین آب دریاچه رو عهده دار بودن در اطراف دریاچه ارومیه و حوزه آبریز دریاچه ارومیه در طی این سال‌ها حدود 48,000 حلقه ساح غیر مضاصف شده، که این موضوع باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و میزان آب‌های زیرزمینی منطقه شده است. در این منطقه حدوداً 680,000 هکتار سطح در زیر کش قرار گرفته است. برای مقایسه بیشترین میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در این منطقه را در بین سال‌های گذشته مقایسه می‌کنیم. در سال‌های 1352 این میزان معادل 697.7 میلیون متر مکعب بوده، در حالی که در سال 1392 تا 93 مقدار بهره برداری به 2401.6 میلیون متر مکعب، یعنی 13.5 برابر سال قبل رسیده، که البته این آمار برداشت آب مربوط به تقریبا یک دهه پیش است که مطمئناً الان چندین برابر اضافه‌تر شده. خیلی دلایل دیگه که همش به ضعف سیستم مدیریتی دولت مردان این نظام برمیگرده و از همه مهمتر بی‌تدبیری فعلی مسئولان هنوز ادامه داره و کار رو به جایی رسونده که فقط باید دست به دعا بشیم که دریاچه ارومیه کاملا خشک نشه. بحران دریاچه ارومیه و راهکار بی‌حاصلی که برای نجات آن ارائه شده بی‌تفاوتی مسئولین و حتی جامعه ایران را اثبات کرده. از یک سو جامعه دوچار بی‌تفاوتی سیاسی نسبت به اکوسیستم شده و از سوی دیگر نخبگان به جای ایجاد راه حل در قبال سیستم ناکارآمد دولتی به رفع تکلیف سیاسی رو می‌آورند و به انتشار چند عکس آهنگ در نام مرثیه و سپس حواله این امر به مردم دوچار بی‌تفاوتی سیاسی شدند. بیگانگی از دیدگاه کارل مارکس به وضعی اطلاق می شود که در آن انسان ها تحت تیرگی نیروهای خود آفریده قرار می گیرند و این نیروها همچون قدرت های بیگانه در برابرشان می ایستند. در این وضعیت نهادهای عمده جامعه سرمایه داری از دین گرفته تا اقتصاد سیاسی همگی دچار از خود بیگانگی می شوند. نتایج این بیگانگی بی اهمیتی و بی اعتمادی و در نهایت انواع آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرم های سنگین و جنایت است که متاسفانه همکنون در مورد جامعه ایران و مخصوصا در دریاچه ارومیه به وقوع پیوسته است. متاسفانه علی‌رغم حیاتی بودن مسئله دریاچه ارومیه با سیاسی شدن آن، دفاع ساختار حاکم از این وضعیت بغرنج رفته رفته جدی‌تر می شود. عدم اصلاح ساختار کشاورزی، آبیاری، حقابه اراضی، آب شیری از سوی حکومت و ادامه این روند توسط مردم به علت نبود آلترناتیو اقتصادی وضعیت را وخیم‌تر کرد. شوهای سیاسی در مورد انتقال آب از زاب و عرس و یا
روایت تصویری از حالتهای بروکراتهای آبی و اکولوژی جز ترویج همین بیتفاوتی سیاسی و رفع تکلیف ها حاصلی نداشته و نداره. مشغولین ایرانی به اصلاح روشان نمی پردازن و حتی به خاطر عدم لیاقت و ضعف مدیریت خودشون به مزارع و باغات و حفر چاه‌های عمیق کمک نیز می کنن. مردم نیز به اشتباه خود در مورد تصرف آبی و کاش میوه و زلزات آب و زلزات آبخور ادامه میدن و زمین های دولتی و شخصی به کارفرمایان خارج استان آذربایجان غربی جهت امدادان فربازه کرایه میدن. در چنین شرایطی درخواست پاسخ از نمایندگان مجلس و شورای شهر اورومیه که با وعده‌های حفظ درسه رأی آوردن شاید بی نتیجه باشد و اما فریب 16 ساله‌ای برای احیای درسه اورومیه. نگرانی ها از وضعیت درالچی رومه به سال 79 باز میگرده که برخی کارشناسان و حتی مقامات دولتی نسبت به تأثیر خشکسالی به درالچی رومه هشدار داده بودند. در ادامه این نگرانی ها سال 1392 کارگروه نجات درالچی رومه و سپس صداد احیای درالچی در دولت تشکیل شد تا در یک برنامه 10 ساله درالچی رومه احیا شد و مسئولیت ستاد دریاچه اورومیه نیز به عیسی کلانتری واگذار شد که سال 1398 ایشون ادعا کرد تا سال 1406 شاهد احیای اکولوژیک دریاچه اورومیه خواهیم. در وبسایت این ستاد نمیتوان اطلاعات دقیقی از پروژه های انجام شده و روند نجات دریاچه پیدا کرد، اما از کانال های تلگرامی ها میتوان دریافت که تا امروز 15,000 میلیارد تومان هزینه شده است، بیان که گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و ریز هزینه ها منتشر شد. این روند نهایتاً در 29 تیر ماه امسال منظر به برکناری عیسی کلانتری شد. ضمن آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای درالچی رومه را تصویب کردند. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، انتقال آب ارس به تبریز تکمیل تصفیه خانه‌های تبریز، آذرشهر و ملکان و انتقال پسافهای آنها به دریاچه و احداث تونل انتقال آب زاب به دریاچه از جمله پروژه‌هایی هستند که برای نجات این دریاچه همچنان مد نظر است. انتقال آب از زاب به دریاچه اورومیه، درمان درد یا دردسر آینده. این در حالی است که برخی کارشناسان مستقل میگویند انتقال آب از حوزه زاب کوچه به دریاچه اورومیه علاوه بر این که میتواند در آینده به مشکل امنیتی میان ایران و عراق تبدیل شود، با توجه به اینکه وزارت نیرو حاضر به رهاسازی آب شیرین سطح به دریاچه در خوشحال نیست، حتی در صورت تکمیل تونل آن عذاب به دریاچه برسد تبخیر خواهد شد. و از طرف دیگر وضعیت آب شیرین اون منطقه رو این بار به حالت قرمز در میاره. به عبارتی و در واقع این کار به مانند همان مثل معروف شمشیر دو لبه میماند. در مضمون طرح‌های دولتی برای احیای دریاچه اورومیه همچنان یا به صورت مکتوب باقی مانده و با وجود 15,000 میلیارد بودجه‌ای که به نام مثلا احیای دریاچه اورومیه توسط مسئولان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران حیف و میل شد، تا الان هیچ نتیجه‌ای گرفته نشده. وضعیتی که اخیراً فعالان محیط زیست را نیز بار دیگر به اعتراض به بی‌عملی دولت در احیای این دریاچه رو به مرگ واداشت. اما راهکارهای احیای دریاچه اورومیه، اول از هر چیزی برگزاری مستمر فراخوان و احترازات مدنی مردمی برای وادار کردن مسئولان این نظام برای شروع احیای واقعی دریاچه، چون واقعا در هر زمینی اگر اعتراض این مردم برای خواسته به حق خودشون نباشه، مسئولین هرگز داوطلبان خودشون اصلاح و تغییری نخواهند کرد. اصلاح میانگذر خاکریز باعث چرخش آب دریاچه اورومیه شده و آب دریاچه کمتر تبخیر میشه و از همه مهمتر باعث میشه چشمه‌های زیرزمینی دریاچه باز شوند و دریاچه اورومیه مجدداً احیا شود. راه‌سازی حقابه دریاچه اورومیه از پشت سد میتواند روند احیا را کامل‌تر کند. انتقال آب ارس، تکمیل تصفیه‌خانه‌های تبریز، آذرشهر و ملکان و انتقال پساب‌های آنها به دریاچه، اصلاح کشاورزی حوزه آبریز دریاچه اورومیه با کاش محصولات کماب به جای محصولات پراب، با این روش حفر چاه متوقف می شود و به جای چاه باز زدن استخراج آب و قطره‌ای کردن باغات کشاورزی هم آبای زیرزمینی آسیب نمی‌بینند و هم خون شست زمین نخواهیم.
و در نهایت اصل 5 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه عموم است و همچنین ماده 13، 14 و 15 سند 20 یونسکو به امید احیای طبیعت عمومی. متشکرم از اینکه مایک رو در اختیار بنده قرار دادید. سوالی باشه بنده در خدمتتون هست. خیلی ممنون از شما جناب دادخواه عزیز، همه مطالب رو به خوبی اشاره کردین. فقط یه چیزی هم که من میخواستم اضافه کنم به صحبتاتون، این بحث تخریب زیستگاه هایی هستش که داریم میبینیم و در واقع به خاطر اینکه دریاچه ارومیه یه در واقع خشک شده، این جزایر دریاچه به همدیگه متصل شدن و وصل شدن و حتی میبینیم که این حیات گونه هایی که توی این جزایر هم دارن زندگی میکنن به خطر افتاده. یکی از گونه هایی که خیلی به هر حال به صورت پررنگ در جریانش هستیم و در خطر انقراض قرار داره، گوزن زرد ایرانی هستش که محل زندگیش جزیره اشک و الان به خاطر اینکه جزیره اشک با جزیره کبودان یه جورایی به همدیگه متصل شدن و اون حیواناتی که توی جزیره کبودان هستن مثل قوچ و میش خیلی راحت میتونن به جزیره اشک بیان و اینها در واقع رقیب غذایی همدیگه شدن، حتی خیلی از این حیوانات حالا یا کشته شدن یا اینکه به هر حال کوچ کردن یا حیاتشون به خطر افتاده. خیلی ممنون از شما جناب دادخواه. آقای جعفری میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. ضمن عرض خسته نباشید خدمت آقای دادخواه و خسته نباشید به همه همکاران عزیز. من حالا در تکمیل صحبت‌های آقای دادخواه و خانم جهانبین یه مطلبی رو یه جایی خوندم، اونم این بود که کلن خشک کردن دریاچه ارومیه یه برنامه‌ای بوده که از قبل تعیین شده، مثل همون تعطیلی کارخونه ها بود که دنبال این بودن که به اصطلاح کارخونه ها رو تعطیل کنن و مثلا مثل کارخونه روغن نباتی شیراز که دنبال این بود که تعطیلش بکنن، وسایل رو به اصطلاح لوازمش هم شبانه بردن فروختن و دنبال این بودن که زمینش رو به اصطلاح قطعه قطعه بکنن و بفروشن. بحث دریاچه ارومیه هم ظاهراً یه همچه برنامه‌ای بوده، چون علی‌الظاهر یه ماده‌ای در کف دریاچه هست که حالا من یادم رفت اسم ماده رو یادداشت کنم و اون ماده به حساب خیلی ماده گرون قیمتی هست. من شنیدم که اصلا کلن این برنامه برای این به اصطلاح بوده که دریاچه رو عمدن خشک بکنن و اون مواد به اصطلاح استحصال بکنن و بفروشن. ممنونم از اینکه مایک در اختیار من قرار دادیم. ممنون از شما بابت نظرتون. دوستان اگر که صحبتی دارن آقای دادخواه بفرمایید. خواهش میکنم. صدای بنده رو داری؟ بله صداتون هست. متشکرم از شما خانم جانبین عزیز و همچنین آقای زعفری که صحبت های بنده رو تکمیل کردید و اینکه بحث دریاچه ارومیه رو اگه بخوایم، من قبلا هم یه مقاله نوشتم به دریاچه ارومیه، چون من خودم بچه همون ارومیه هستم و اینکه بحث دریاچه ارومیه خیلی بحث بزرگیه. ما واقعا اگه بخوایم روش بحث کنیم، من خواستم خیلی مقالهمو سخنرانی زیاد طولانی نشه، وگرنه همونجور که شما خانم جانبین عزیز اشاره کردید انواع حیوانات واقعا در خطر انقراض هست، اصلا انقراض شدن از این قسمت واقعا، و همچنین انواع پرندگان، پرندگان زیادی هم داشتیم که در اون درسه زیست میکردن و صحبت آقای جعفری عزیز هم من قبول دارم واقعا. حالا اون مادی که گفتن درسته که زیر دریاچه هست یک بخشش هست و البته به صراحت الان مسئولین اشاره میکنن به این موضوع و اینکه حتی اگه بحث اون ماده هم نبود زیر دریاچه غیر عمدی هم باشه، همون پلی که من توی سخنرانی هم گفتم، همون پل واقعا هم موقع که این پل زده شد همه میدونستن که این پل دیگه این
مثل تنابی بر گلوی این دریاچه میشه و خفه میکنه دریاچه و مشخص بود که این دریاچه داره خشک میشه. اصلا ما امیدواریم که خشک نشه. باز متشکرم که مایک رو ببندید. ممنون از شما بابت سخنرانی خوبی که داشتید. خب در اینجا به بحث آزاد میرسیم. بحث آزاد ما امروز در مورد تأثیر جنگ بر محیط زیست هستش. اگر که موافق هستین ما این بحث آزاد رو به دو صورت انجام بدیم. بخش اولش به صورت کلی بررسی کنیم که جنگ چه اثراتی بر محیط زیست داره و بخش دوم هم ادامه میدیم و صحبت میکنیم با توجه به انقلاب ایران و اعتراضاتی که در ایران هستش، ببینیم که این اتفاقاتی که در ایران در حال اجرا هستش چه تأثیری بر محیط زیست داره. من گفتگو رو شروع میکنم و در ادامه هر کدوم از دوستان که تمایل داشتن میتونن نظر خودشون رو در خصوص موضوع بحث آزاد اعلام کنن. اول یه تعریف کوتاهی از جنگ بگم که هر برخورد خشونت‌آمیزی که در اون از اسلحه استفاده بشه به صورت در واقع خیلی املایی اگر که بخوایم بگیم جنگ گفته میشه. زمانی که جنگ در یک گوشه دنیا صورت میگیره و اتفاق میفته، محیط زیست همه دنیا از اون تأثیر میگیره. چرا که محیط زیست محدود به هیچ مرز جغرافیایی نیست. بنابراین تأثیر جنگ و در واقع پیامدهای اون بر محیط زیست همه دنیا و همه کشورها اثر میذاره و این تأثیرها رو و این اثرات رو میتونیم به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت تعریف کنیم. ما جنگ رو به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر سلامت جسمی و روانی افراد میدونیم که اتفاقا این جنگ از اقدامات خود انسان‌ها هستش. یعنی یک گروهی یا یک مجموعی از انسان‌ها با اهداف مختلف که اکثرا بحث قدرت طلبی هستش دست به خشونت و جنگ میزنن، اما این جنگ بجز بر روی زندگی انسان‌ها بر روی محیط زیست هم اثراتی میگذاره. اگر بخوام یکی از اثرات جنگ بر محیط زیست رو مثال بزنم، میتونم این مورد رو بگم که وقتی جنگ اتفاق میفته و جان جانداران گرفته میشه، حالا میخواد انسان‌ها باشن یا حیوانات باشن، اجساد و لاشه جاندار بر روی زمین باقی میمونه و این باعث افزایش جمعیت حشرات و جوندگان و حتی پشه ها در اون منطقه میشه و در نهایت باعث گسترش بیماری های مثل مالاریا، تیفوس، تب دانگ و حتی مننژیت میشه. حالا به نظرتون جنگ چه اثر دیگه بر محیط زیست میتونه داشته باشه؟ هر کدوم از دوستان که آمادگی دارن میتونن دست بلند کنن تا میکروفون رو در اختیارشون قرار بدیم. خانم کیا میکروفون در اختیارت. سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی. خدمتتون عرض کنم که جنگ که همیشه خانمان سوز بوده، حتی موقعی که سلاح‌های جنگی و تفنگا خاموش میشن به زمین گذاشته میشن، اما همچنان اثر خودشونو دارن و تا چشم کار میکنه رد پای جنگ همه جا هستش. تصوری که از جنگ و ویرانی ناشی از اون میشه توی ذهن ها در نظر گرفت، روستاهای خالی از سکنه، شهرهای غرق شده توی دود ناشی از انفجار، صدای آژیر و عوامل و اثرات دیگه. یکی دیگه از مواردش آلودگی و انتشار فلزات سنگین ناشی از بکارگیری مهماته. بقایای سمی از انفجار بمبا، تخریب زیستگاه و اکوسیستم ها، نابودی مناطق جنگی و جنگلی و مزارع کشاورزی، از بین رفتن گونه های جانوری. حتی بیش از حد میتونیم بگیم که بیش از حد منابع طبیعی. خیلی از این اثرات هستش که جنگ توی محیط زیست میذاره. ما اگه یادمون باشه جنگ تحمیلی
ایران و عراق، عراق تالاب هورالعظیم رو خوش کرد تا دسترسی نیروهای ایرانی به خاک عراق محدود بشه. بعد از گذشت سالها این دفعه ما پدیده گرد و غبار و ریزگردها و این چیزها رو دیدیم، یعنی تأثیراتی که جنگ داشت. حتی زمانی که انبار مهمات منفجر شد، اون ریزه های مهمات توی خونه ها پرتاب می شدن. همه پشت بوما، حیاتا، هر جا رو که شما نگاه می کردید ریزه های اون مهمات رو می دیدید، به جز آلودگی صوتی که هواپیماها تا خیلی در سطح پایین پرواز می کردن آلودگی صوتی ایجاد می کردن. شیشه ها شکسته می شد، شیشه های پنجره های منازل، خانه ها، درا، همه شکسته می شدن. یعنی هم آلودگی صوتی، هم اینکه اون اثرات مخرب فلزات که به وجود آورده بودن. توی زمان جنگ تحمیلی 12 استان کشور از جنگ آسیب دید. توی جنگل ها و مراتع، توی سطح خیلی وسیعی عراق از بمبای ناپالم و خوشه استفاده میکرد که هر کدوم از این ناپالما حدود 10 متر مکعب رو میتونست، یعنی خاکش رو زیر و رو میکرد. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما بابت مشارکتتون. جناب رضایی، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. پاس از شما خانم جهانبین عزیز. این که تأثیرات جنگ بر محیط زیست زیاده بدیهی، من آماری که الان توی ذهنم دارم راجب یک کار پژوهشی انجام دادم راجب تأثیرات جنگ اوکراین و روسیه، خواستم اینو خدمتتون اعلام کنم. تأثیر اول این بود که آب رودخانه شهر کیف در اثر حمله ارتش روسیه به اونجا سمی شده و حدود 5720 نفر از اون مورد امراض و بیماری های مختلفی قرار گرفتن و نیترات اون آب مورد آلودگی قرار گرفته. همچنین اسید سولفوری که تشکیل شده در اون آب به حدی زیاد بوده که بعد از تخمین افرادی که در اونجا پزشک و مسئولین مربوطه بودن گفتن که این آب کلن از بین رفته و باید به فکر رودخانه‌ها و دریاچه‌های دیگه باشن. و همچنین باعث از بین رفتن رشد گیاهان و درختکاری و منقرض شدن گونه های نادر جانوری در شهر خارکیف شده. ممنون از وقتی در اختیارم. ممنون از شما بابت مشارکتتون در بحث. حالا بله خانم رضا من صحبت کنم، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. رو در عرض ادب مجدد خدمت، اتفاقا موضوع رو من خیلی دوست دارم، تأثیر جنگ بر محیط زیست. یک بخش قضیه اون زمانی هستش که شما تو جنگ هستید، بمب ها منفجر میشه، اتفاقاتی که میفته آلودگی هست. خب جنگ تموم میشه، اما جنگ محیط زیست همچنان ادامه داره. تازه شما باید منتظر عواقبش باشید، مواد شیمیایی که تو محیط زیسته، مواد آلوده کننده که توی آب و خاک هست، مواد منفجری که پنهان هست و بعدها منفجر میشه. یعنی ما هنوز اون جنگ رو به صورت پنهان به شکل دیگه ادامه دار داریم. این باعث میشه که سلامتی مردم به خطر بیفته و بعد سالهای بعد تازه انواع اقسام بیماری ها، سرطان ها، در واقع یه نوع جنگ پنهانی هست که عواقبش همین عواقب این جنگی که الانه. یعنی شما بعدها دوچار گرفتار این میشید. اینی که نباید از این قضیه گذشت. ظاهرا الان کسی به این مسئله اهمیت نمیده، فرق نمیکنه هر دو طرف
الان فقط براشون تنها چیزی که مهمه تو این جنگ غالب بشن، ولی هر دو طرف در واقع به نوعی میشه بازنده هستن از جهت محیط زیست. هر دو خسارت‌های خیلی شدیدی به مردم میارن. در واقع کسانی که کشته شدن تو این بین کشته شدن متاسفانه، ولی کسانی که زنده هستن به نوعی دیگری آسیب میبینن در دراز مدت. چه بسا بچه‌هایی که هنوز به دنیا نیومدن و این جنگ‌ها رو ندیدن ولی عواقب اون دوچارشون میشه. اینه که خیلی قضیه جدی و باید این مسئله خیلی پیگیری کرد و بهش اهمیت داد، برخلاف چیزی که کسانی که الان داخل خود این جنگ هستن خیلی بهش اهمیت نمیدن. ممنونم. من رو رحم کنم. خیلی ممنون از شما بابت مشارکتتون در بس. حالا دوستان که داشتن صحبت میکردن، آقای رضایی مثال جنگ اوکراین و روسیه رو زدن که واقعا به جا بود، اما من یاد جنگ به حال جنگ هایی که توی کشور سوریه و عراق اتفاق افتاد و تحقیقاتی که انجام داده بودن، گفته بودن که خب به حال خیلی از مردم مجبور شدن که کوچ کنن و مهاجرت کنن و قشری از این مردمی که از سوریه و عراق مهاجرت کردن کشاورزان بودن، که خب این کوچ اجباری این کشاورزا باعث می شد که این زمین های کشاورزی به حال خودشون رها بشه و تبدیل شد به کانون هایی برای گرد و غبار و همچنین افزایش جمعیت حشرات و واقعا محیط زیست و اکوسیستم اون منطقه رو به هم ریخت. یا خانم کیا در مورد جنگ ایران و عراق صحبت کردن که ما اون مسئله مین‌هایی که هنوز در منطقه جنوب غربی هستش توی هویزه و شلمچه به خصوص، که هنوزم که هنوز متاسفانه داره جان میگیره، اما اگر که فقط بحث انسانیشو نبینیم، بعد انسانیشو نبینیم، بعد محیط زیستیش هم همینی هستش که خاک رو آلوده میکنه و آبهای زیرزمینی رو آلوده میکنه. و حتی اگه بخوایم یک کمی گسترده تر هم نگاه کنیم، بحث جنگ هایی هستش که توی اون از سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و یا حتی هسته‌ای استفاده شد، مثل مسئله بمباران اتمی هیروشیما و یا بمباران اتمی ناکازاکی ژاپن توسط آمریکا، که در واقع صحبت خانم رضاوند خیلی برمیگرده به همین قضیه، به خاطر اینکه قشنگ یه نسل کشی اتفاق افتاد، یه در واقع آلودگی خیلی عظیمی اتفاق افتاد که هنوز هم مردم اون منطقه به حال به خاطر این آلودگی آب و خاک هنوز هم متاسفانه فرزندانی که متولد میشن دارای معلولیت هستن. و این قضیه تأثیر جنگ ها بر محیط زیست خیلی مهم هستش. دوستان اگر که باز هم صحبتی هست در این مورد یا موردی رو میخوان اشاره کنن، خوشحال میشیم که نظراتشون رو بشنویم. یا حتی بله، دو تا از دوستان دست بلند کردن. آقای دادخواه بفرمایید. متشکرم. البته ما همه به اندازه کافی خودمون همسن سالای بنده، اونایی که از بنده بزرگترن، زنگ رو تقریبا به یاد دارن و اثرات زنگ رو میدونن. ما از همین زنگی که خودم بین ایران و عراق بود بخوایم بگیم که چه اثرات مخربی داشت، خیلی برای خودش حرفا داره. مثلا بمب شیمیایی که زمان صدام توی فکرم فام رضاهم اشاره کردن توی حلبسه، ولی توی خود ایران هم توی سردشت بمب شیمیایی زدن که اثراتش هنوزم هست، هم برای محیط هم برای مردم که هوا رو چطوری آلوده کرد و چقدر ما شهید دادیم. و موارد دیگه هم که به صورت کلی بگیم، توی خود منطقه خودمون که ما بودیم تا چندین سال واقعا کشاورزی کلن اصلا انجام نشد و خیلی از جنگل های سردشت و پیرانشهر توسط همین زنگ ایران و عراق از بین رفتن، چون به صورت عمد جنگل ها رو آتیش می زدن که به قسمت استتار نتونن استتار بگیرن. خیلی متشکرم که مایکو ببندید. ممنون از شما، به نکات خیلی خوبی اشاره کردین جناب دادخواه عزیز. مرسی. جناب جعفری میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. با سلام مجدد.
حالا جدای از اون قضیه‌ای که به هر حال جنگ بر اثر اون مواد منفجره و چیزایی که جنگی که استفاده میشه و اثرات تخریبی که ایجاد میکنن تو محیط زیست، از جمله همون چیزایی که همه همکاران عزیز اشاره کردن، اثراتی که از مواد منفجره میمونه، حالا تأثیراتشون بر آب و خاک و هوا و اینا که به اصطلاح جای خود داره، باز چون ما بیشتر فوکوس میکنیم تو به اصطلاح جنگ ایران و عراق و خودمون، و بسته به اینه که این به اصطلاح استفاده جنگ افزارها، جنگ افزار میکروبی باشه، شیمیایی باشه یا هسته‌ای باشه، اینا باز هر کدوم اثرات خاص خودش رو داره. بحث اثرات مثلا میکروبیش، خب چیزایی هست که ضربش هم به انسانها میخوره، هم به حیوانات میخوره، هم به گیاهان میخوره. شیمیایی هم تقریبا به همین شکله. حالا هسته‌ای هم به همون جوری که همکاران فرمودن، مثل بمب هیروشیما و ناکازاکی که هنوز که هنوزه اثراتش بر محیط زیست مونده، بر ژنتیک افراد مونده، که بعد از سالها هنوز افرادی که به دنیا میان گاهن میبینی که مثلا یا فلج یا یه دست نداره یا یه پا نداره یا چشم نداره. حالا تو جنگ خودمونم یکی از چیزایی که به عنوان نماد بعدن در اومد نخلهای بی سر بود، اثراتی که به هر حال مواد منفجره روی نخله‌های خوزستان گذاشت که اکثرا به اصطلاح از بین رفتن، و رودخانه کارون که خیلی به اصطلاح پایین دستش ازش کشاورزی مردم می‌کردن و ازش استفاده‌های گوناگون می‌کردن، یا به هر حال محیطی بود برای قایق سواری و شادی افراد، که اینا همش به هر حال تحت تاثیر قضیه جنگ بود. و حالا خیلی چیزا هم هست که مثلا اثرات بر به هر حال موجوداتی که در دریا بودن یا در آبها بودن، اینا که معمولا اینا دیگه مجهول موندن، چون کسی خیلی نرفت سراغشون که تحقیقی بکنه و چیزی به دست بیاره. ممنونم از این که مایک در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما بابت مواردی که گفتید، کاملا درسته. مرسی. من حتی یادم یه جایی خوندم که در واقع توی کشور کویت به خاطر اون تغییر تحولات و اون اختلاف نظرهایی که با عراق داشتن، مثل اینکه آتش سوزی های اتفاق افتاده بوده توی چاهای نفتشون، و خب به حال کویت چون که کشور همسایه ما هستش، این دودا و این دوده ها وقتی که وارد کشور ما شدن روی خاک ها نشستن و بعد از طریق باران و شستشویی که اتفاق افتاده وارد آبهای زیرزمینی شدن و به حال یه جورایی وارد سیستم بدن انسان ها شدن. یعنی محیط زیست چیزی نیست که هر کشوری بگه که خب اگر که اتفاق میفته یا اگر که جنگی هستش این به هیچ کس ربطی نداره و فقط مربوط به خود ما هستش. خب اگر که موافق باشین در مورد این اتفاقات و این اعتراضات و انقلابی که در حال حاضر توی ایران هستش صحبت کنیم و ببینیم که این اتفاقات الان چه تأثیری بر محیط زیست داره، که خیلی اتفاقات تازه هستش و به هر حال فکر میکنم صحبت کردن در موردش خالی از لطف نباشه. یه چیزی که من خودم به ذهنم میرسه و میبینم این تراکت هایی هستش که برای آگاهی رسانی مردم پخش میشه در تعداد خیلی زیاد، کاغذهای کوچیکی که تهیه میکنن و به هر حال اگر فراخوان هستش یا اگر که قرار ملاقاتی هستش یا اگر شعاری هستش روی تیک کاغذهایی که نوشته میشه، خب این به نوعی باعث آلودگی محیط زیست میشه. این یکی از موردهایی بود که خودم به حال نظرم رو جلب کرده بود.
یا حتی وقتی که به هر حال این تیراندازی هایی که اتفاق میفته یا این بوهای ممتد خودروها در واقع زندگی حیوانات رو به خطر میندازه، به خاطر اینکه بعضی از حیوانات به خصوص پرندگان نسبت به صدا و صوت خیلی حساسن و صداهای بلند براشون آزاردهنده است و حتی روی تولید مثل و توانایی باروریشون هم اثر منفی میذاره و حتی میتونه باعث بشه که اینها کوچ کنن، مهاجرت کنن و دیگه به اون منطقه نیان. هر کدوم از دوستان اگر که نظری دارن در مورد اینکه این انقلاب کنونی ایران چه تأثیری بر محیط زیست داره، خوشحال میشیم که نظرشون رو بشنویم. جناب جعفری بفرمایید. کلن یکی از مواردی که خیلی مهم هست و شاید گاهن خیلی بهش توجه نشه اینه که تو به اصطلاح جنگ و اعتراضات و انقلاباتی که به هر حال پیش میاد و اینا، کلن حواس تمام مردم و افراد درگیر در جنگ میره به سمت قضیه جنگ و حواس کلن از قضیه محیط زیست و مسائل اینجوری پرت میشه و متاسفانه این باعث این میشه که دیگه کلن کسی سمت این که چه اتفاقاتی برای حیات وحش داره میفته، چه اتفاقاتی داره برای آبها داره میفته، چه اتفاقاتی داره برای جانوران میفته، اینا دیگه کلن همه حواسا پرت میشه از اون قضیه و شاید بعدها به اصطلاح تازه مردم بفهمن که مثلا چه اتفاقاتی افتاده و چه ضربه و ضررهایی وارد شده که خیلی کسی حواسش بهش نبوده. ممنونم. خیلی ممنون از شما. دقیقاً درسته. متاسفانه همیشه محیط زیست قربانی انسان ها میشه، به خصوص در زمان جنگ که به قول شما انسان ها به فکر خودشونن، به فکر جون خودشونن یا به هر هدفی هستش که دارن و یکی از مسائلی که در اولویت های آخر قرار میگیره همین بحث محیط زیست هستش. مرسی از شما. خانم کیا، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. سپاس از شما که وقت مجدد به من دادین. از آلودگی های محیط زیست توی این برهه زمانی که توی ایران اتفاق افتاده میشه این کوکتل مولوتوف هایی که درست میشه و انداخته میشه توی خیابون، گفت که هم باعث آلودگی میشه، حالا همین که به اصطلاح ماشینی پنچر بشه و اتفاقای دیگه بیفته، سطلای زباله شهرداری که آتیش زده میشه که دود به قول معروف سمی هم ممکنه ایجاد کنه به خاطر اینکه ممکنه زباله های بیمارستانی داخلش باشه و موارد دیگه، اون تیراندازی های ساچمه‌ای و این چیزایی که میشه هم برای انسان بده، همین که حیوانات رو ممکنه بکشن از بین برن، بازم همون آلودگی ها و بازم همون جریان فرار پرندگان مهاجر و خیلی موارد دیگه به این شکل هستش که اینا به هر حال داره به محیط زیست زیان میرسونه. من مایکو رها میکنم. مرسی از شما بابت اظهار نظرتون. حتی میتونیم به نوعی این دیوار نویسی هایی که انجام میشه با توجه به اینکه از رنگ های صنعتی استفاده میشه و میدونیم که این رنگ ها به هر حال ماهیت شیمیایی دارن، این هم به نوعی باعث آلودگی هوا میشه. دوستان اگر که مورد دیگه هست که دوستان اضافه کنن به صحبت عزیزان، میکروفون رو در اختیارشون قرار میدیم. یه صحبتی هستش، حالا ما تمام این صحبتایی که کردیم اثرات منفی جنگ بر محیط زیست بود، اما من بعض وقتا این صحبتایی میشنوم از اینکه قشری از مردم معتقد هستند که اگر که این جنگ ها در کوتاه مدت زیانبار هستش، اما در دراز مدت با توجه به اینکه باعث کاهش جمعیت انسانی میشه،
به زمین و محیط زیست این فرصت نفس کشیدن و بقای بیشتر رو میده. دوست داشتم نظر دوستان هم در این مورد بدونم که با توجه به اینکه این جنگ ها باعث میشه که به هر حال جمعیت انسان ها کم بشه، آیا فکر میکنید که در دراز مدت این قضیه میتونه به نفع زمین و محیط زیست باشه یا نه؟ جناب دادخواه، میکروفون در اختیارتون، اگر که در مورد مسائل قبلی هم صحبتی دارید مشکلی نیست، میتونید صحبت کنید. میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. متشکرم خانجامین عزیز. البته بحث بنده بحث قبلی بود که میخواستم در اون صحبت کنم. هرسن بالاخره این اعتراضات از یک ذره درست آسیبای محیط زیستی ضرر داره از نظر آسیبای محیط زیستی، منتا آسیبای انسانیش واقعا بیشتره و ولی بیشترین آسیبی که مجبورن ما داریم میبینیم و اصلا مجبوریم شاید ادامه بدیم، لاستیک هاییست که به نظرم وسط جاده سوزونده میشه که این دود اینا خیلی مضر، قطعا بیشتر ضرر زیست‌محیطی که وارد میشه تو این جریان اعتراضات لاستیک هاییست که سوخته میشه. ولی باز من تکرار میکنم که آسیب های انسانی که ما داریم میبینیم خیلی بیشتر از آسیب های محیط زیستیه. متشکرم که مایکروفون. ممنون از شما. خانم رضاوند، میکروفون در اختیارت. ممنون. قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، فرمودید چه عواقب دیگه ای داره؟ حالا آقای جعفری اشاره فرمودن فقط این نیست که جنین های ناقص در واقع در انسان ها به وجود بیاد، به دنیا بیان در آینده. ایشون هم فهمیدن یه مثالش رو برای همین نخل ها، گیاهان، تغییرات ژنتیکی که در گیاهان و حیوانات، حیواناتی که انواعشون دیدید که فکر کنم شاید هم تو بعضی از اخبارها دیدید، مثلا بوزی که با 5 تا پا بچهش به دنیا میاد یا ناقص هستند، اونها هم مشکلات رو پیدا میکنن، فرقی نمیکنه، ما هم از همونها استفاده میکنیم. بنابراین کلا تغییرات ژنتیکی در تمامی موجودات زنده، حالا فقط ما نیستیم که خودخواهی که فقط خودمون رو در نظر بگیم، گیاهان و حیوانات در اتفاق میفته، حتی حشراتی که مورد تغذیه سایر گیاهان و حیوانات قرار میگیرن. اما در ارتباط با سوال شما، من اصلا موافق نیستم. انسان چقدر انسان مگه اگر اینطور بود این همه جنگ اتفاق افتاده؟ آیا واقعا کمکی کرد به طبیعت؟ کارخونه ها خواهم بود، چه ما تعدادمون 1 میلیارد باشه چه 5 میلیارد، این کارخونه ها خواهم بود و همچنان صدمه شد، چون جنگ تأثیرش همیشه پایدار و باقی میمونه روی طبیعت و مدت ها طول میکشه. شاید هم از بین همین پلاستیک هایی که الان تو طبیعت هستن اینها میمونه. تعداد انسان ها کم بشه، حالا نهایت چقدر میخواد کم بشه؟ و همین دلیل هست انقدر این قضیه اهمیت داره. در نوامبر فکر میکنم 6 یا 7 نوامبر هستش که برای در واقع تأثیر جنگ بر محیط زیست در نظر گرفته شده. روزش رو اگه میشه خودتون کمک کنید به من، دقیقا 6 نوامبر. مرسی از شما. بنابراین اگر اهمیت نداشت نمی اومدن بیانیه‌های مال کنوانسیون های ریو رو تهیه بکنن که صلح کمک میکنه به طبیعت، کمک میکنه به محیط زیست. اگر اینطور بود نمی اومدن این بیانیه ها رو تهیه بکنن. و من فکر میکنم اگر جنگ اتفاق میفته مهم نیست کجا، ما مرز گذاشتیم برای خودمون، این کشور منه، این ایرانه، اینجا ترکیه است، اما طبیعت شامل گیاهان و حیوانات میشه و دریاها و دریاچه ها، برای اونها مرزی وجود نداره. وقتی این ور قضیه صدمه میخوره، مطمئن باش آسیبش متوجه اون ور خطی هم که ما تعیین کردیم براش، به خودمون اجازه دادیم، متحمل میشه. شما فکر میکنید این تالابی که تو ایران از بین میره متوجه کشورهای همسایه ما نمیشه؟ ما براش گفتیم مرز بندی کردیم، ولی طبیعت همش رو این اکوسیستم در تحت تاثیرش قرار میگیره. بنابراین از نظر من این بی‌معنیه. جنگ کمک به طبیعت میکنه؟ کمکی به طبیعت نمیکنه، چون ما انسان ها همیشه چه تعداد رو عرض کردم میخواد 1 میلیون، از اون موقع که 100 هزار نفر 100 میلیون بودیم، شروع شد زمان جنگ انقلاب صنعتی فرانسه، مگه جمعیت چقدر بوده؟ از همون زمان آسیب رسوندن به طبیعت شروع شده،
الان بیشتر و اون از همون موقع ما این آسیب ها رو داریم. مال جنگ جهانی دوم چند سال ازش گذشته و چقدر جمعیت کشته شد، ولی میبینید همچنان آسیب هاش از اون زمان مونده و هنوز ما دوچارش هستیم. مرسی، من مایک رو رها میکنم. مرسی از شما بابت صحبت های خیلی خوبتون. خانم مشرف، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. ممنون که مایک رو در اختیار من گذاشتید. در ادامه صحبتاتون اگر توجه کنید قبلا گفته شده که توی کشاورزی نوین حتی آتش زدن مزرعه ها دیگه رایج نیست که قبلا آتیش می‌زدن، در حالی که توی اون مزرعه همون گیاه بود که یه چیز یه ماده خود گیاهی هستش و میتونه حالا خیلی آسیب پذیر نباشه، اون هم نتونست اون زمینی رو که توش گیاه فقط کاشته میشد و به قول معروف حالا ترکیبات پروتئینی داشته یا هر چیزی، بتونه اون زمین رو غنی بکنه و تازه ساخت اون زمین رو، بافت اون خاک و زمین رو ضعیف میکرده، چه برسه که حالا دیگه جنگ باشه و مواد شیمیایی و فلزی و این چیزها بخواد توش به قول معروف ترکیب بشه با خاک. اثرات به نظر من حکایت همون دوده هایی که گفتید از کویت اومد، بیشتر تازه مواد شیمیایی جذب خاک میشه که اگه تو خاک هم نفوذ پیدا کنه یا به سفره های آب زیرزمینی، برای تا چندین سال بعد اثرات مخربتری رو داره برای نسل های بعدی. و یه چیز دیگه، حالا نکات مثبتی که بخوام از این انقلاب فقط بخوام بگم اینه که با این انقلابی که مردم دارن انجام میدن و اینجوری متحد هستن، توی قسمت‌های مختلفی برای محیط زیست، مثلا حالا اگر آلودگی دریاها باشه، اگر مردم همین اتحادو برای پاکسازی کنار دریاها، برای رودخانه‌ها، برای پاکسازی کوهستان‌ها هم از خودشون نشون بدن، حالا درسته که سران کشور اصلا آدم های نالایقی هستن، ولی اگه خود مردم هم این همکاری که الان برای انقلاب دارن برای هر قسمتی داشته باشن، محیط زیستمون رو میتونیم از دست خیلی از آثار و به قول موارد اینجوری نجات بدیم. ممنون که به من مایک دادید. بسیار عالی، مرسی از شما. حتی میتونیم این مسئله رو در نظر بگیریم که بجز شعارهایی که صرفا جنبه انسانی داره، شعارهای محیط زیستی هم اضافه بشه و به هر حال بیشتر به این مسئله هم توجه بشه، یعنی تلاش بشه از الان که این فرهنگ سازیه انجام بشه که به قول شما اتحاد توی اون بخش هم و توی بخش حفاظت از محیط زیست هم باشه. مرسی از شما. آقای جانبین، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت تمامی همکاران و خسته نباشید میگم خدمتتون. خب در هر جنگی مشخص هستش که یک سری ادوات، یک سری ماشینالات استفاده میشه و خب سوخت این ماشینالات چی هستش؟ سوخت‌های فسیلی هستن اکثرا که خودشون در ساده ترین حالت اگر که ما در نظر بگیریم، همین سوخت‌های فسیلی موجب فقط مثلا میتونه آلودگی هوایی، آلودگی آب بشه. و اما مورد دیگه‌ای که هر جنگی میتونه داشته باشه، تغییراتی هستش که در محیط زیست به خاطر جنگ داده میشه. شما فکر کنم فیلم‌های حالا مربوط به جنگ یا حالا جنگ ایران، جنگ‌های کشورهای دیگر رو دیده باشین. بولدوزر و گریدر داخل بیابونه دارن شخ میزنن زمین رو که فقط مثلا سنگر بتونن بسازن، یا یک پر رو تخریب میکنن که دسترسی به اون مکانهای سوق جشی یک مکانو ببندن. خب این پلها کجاست؟ یا رو رودخونه ساخته شده یا روی در یک دره ساخته شده. خب دره محل گذر خیلی از حیوانات بومی اون منطقه میتونه باشه و حالا همین مثلا پلی که تخریب شده میتونه حتی مسیر اون رودخونه رو عوض کنه که خودش میتونه تأثیرات خیلی نامطلوبی روی بالادست داشته باشه. و اما در مورد سوالتون، خب ما فکر کنم یکی از بزرگترین جنگ هایی که توی دنیا بود همون مربوط میشد به جنگ های صلیبی دیگه، نزدیک به چند صد سال این جنگ ها طول کشید، ولی خب علنا دیدیم که بجز تخریب فایده ای نداشت برای محیط زیست، چون که انسان های زیادی داخل این جنگ ها کشته شد، داخل این جنگ کشته شد، ولی همون روند تخریب محیط زیست ادامه داده شد. پس
این نظریه از نظر من یک نظریه کاملا اشتباه هستش که جنگ میتونه در دراز مدت کمک کنه. ما همین جدیدن جریان کرونا رو داشتیم دیگه، اولش گفتن او آلودگی خیلی کم شد، الان کرونا پیش اومد آلودگی کم شد، حالا خیلی از انسان ها متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن، ولی بعدش در بررسی هایی که انجام شد دیدن بعد از اون اثراتی که بعد از اون داشت خیلی آلودگی اتفاقا بیشتر هم شد. متشکرم از زمانی که به من دادین، من مایک رو آزاد میکنم. مرسی از شما جناب جعفری، میکروفون در اختیارتون. با سلام مجدد. یکی از مواردی که کلن اعتراض کننده ها بهش به اصطلاح معترض هستن همین بحث قضیه محیط زیسته، یعنی بحث خوش شدن دریاچه ارومیه و اتفاقات جور و جوری که در کشور افتاده و محیط زیست ازش آسیب جدی دیده. یه موردی هم که به اصطلاح حالا خیلی فکر کنم رسانه‌ای نشده، اینا حکومت جمهوری اسلامی استفاده از سمی کردن آب به اصطلاح سنندج بود که اثرات خیلی بدی هم بر روی افراد و هم به هر حال از اون آب درختان، گیاهان اینا هم ازش استفاده میکنن که این متاسفانه یه موردی بود که خیلی به اصطلاح چیز نکرد، ولی قطعا در دراز مدت اثراتش مشخص میشه. و بحث آنفلانزایی که ایجاد کردن که خیلی از به اصطلاح شهرها رو دچار مشکل کردن، اینا مواردی بود که حالا من به نظرم اومد که لازمه گفته بشه. ممنونم از اینکه مایک در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما. بله دقیقا همینطور هستش. و حالا اگر که بخوام باز برگردم به همون صحبت و سوالی که مطرح شد و پاسخی که دوستان دادن و خانم رضاوند گفتن، من خودم هم دوست داشتم نظرم رو بگم با اجازتون، ولی اگر که دوستان دست بلند کردن حتما میکروفون در اختیارشون قرار داده میشه. احساس میکنم که کلان این مسئله که جنگ میتونه به محیط زیست کمک بکنه در دراز مدت یه قضیه هستش که صرفا توسط بعضی از انسانهای سودجو مطرح شده. یعنی من خودم با نظر دوستان موافقم و معتقد هستم که کمکی به محیط زیست و سلامت زمین نمی کنه. و برای همین هستش که به مسئله حفظ و اهمیت دادن به محیط زیست در زمان جنگ ها خیلی توسط فعالین حقوق محیط زیست، حتی فعالین حقوق بشر و همچنین مراکزی که مرتبط هستند با این قضیه، مثل مثلا فرض کنید حالا بزرگترینش سازمان ملل هستش، خیلی توجه شده. و خانم رضاوندم به درستی اشاره کردن، سازمان ملل متحد در سال 2001 روز 6 نوامبر رو به عنوان روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه نامگذاری کرد و سعی می‌کنه که هر سال این مسئله و این روز رو یادآوری کنه، به خاطر اینکه آگاهی مردم نسبت به این قضیه و این تأثیرات زیانبار جنگ بر محیط زیست و منابع طبیعی یادآوری بشه و تا جایی که میتونن سعی بکنن که این اثرات منفی کم بشه. ما حتی خودمونم توی کانون در مورد همین مناسبت فیلمش رو تهیه کردیم که توی یوتیوب کانون موجوده، اگر که دوست داشتید میتونید ملاحظه کنید. حتی توی اصل 24 بیانیه‌ای که در سال 1992 در شهر ریو پایتخت برزیل در واقع قرائت شد و خونده شد، اونجا اعلام کردن که جنگ ذاتاً نابود کننده توسعه پایداره و دولت‌ها باید در زمان حالا اون جنگ‌های مسلحانه‌ای که دارن به قوانین بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام بذارن و حتی باید بعد از پایان جنگ در صورت لزوم برای توسعه بیشتر مشارکت کنن و در واقع این زیان‌ها رو کمتر کنن.
و همه کشورهایی که این بیانیه رو، یعنی بیانیه ریو رو امضا کردن، باید بهش پایبند باشن، اما در واقع میبینیم که همچین چیزی نیست و جنگ ها هنوز بیشترین آسیب رو داره به محیط زیست وارد میکنه به دلایل مختلفی که همه شما عزیزان گفتین. دوستان اگر که مورد دیگه ای هست که در مورد بحث آزاد دوست دارید اضافه کنید، خوشحال میشیم که میکروفون رو در اختیارتون قرار بدیم، اگر نه که کم کم جلسه رو به اتمام برسونیم. خب فکر میکنم که مورد دیگه ای نیست که بخواد اضافه بشه. پس در پایان جلسه ضمن تشکر و قدردانی از همکارانم که در برگزاری این جلسه من رو یاری کردن، منشی جلسه خانم نادیا مشرف، مسئولین ضبط صدا و ادمین ها آقای علیرضا جهانبین و خانم ها ندا فروغی، ایراندخت کیا و مینا آقابیگی و خودم رضا جهانبین که به عنوان مسئول جلسه امروز در خدمتتون بودم، و ضمن سپاس از حضور و مشارکت همه عزیزان، ختم جلسه رو در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی اعلام می‌کنم. همگی خسته نباشید.